چند دهه پیش، حدوداً وسطای قرن بیستم، ما تازه شروع کرده بودیم به طور فیزیکی منظومه رو شناسایی کردیم و بهش سفر کردیم. از اون زمان تا الان خیلی چیزا تغییر کرده، مسلماً پیشرفته شدیم. امروز ما کاوشگرای مختلفی روی ماه فرود آوردیم، ابزارالات مختلف رو روی سیاراتی مثل مریخ فرود آوردیم و جاهایی مثل زهره و عطارد رو دیدن کردیم، فضاپیماهایی رو به خارج از منظومه فرستادیم. الان در دوران طلایی اکتشافات فضایی هستیم. روی زمین حرکت آهسته ای که زیر پای ما هست قابل حس نیست، اما ما زمین رو با زمین لرزه ها حس میکنیم که اون هم ربطی به حرکت خود زمین نداره. در اصل پوسته های زمینن که حرکت میکنن. همین حرکت پوسته ها بوده که کوه ها و دره ها رو به وجود آورده و ما تونستیم طبیعتی به این شکل داشته باشیم. سیارات دیگه ای هم که تو منظومه هستن به همین شکل تغییراتی رو پشت سر گذاشتن. یکی از اونها سیاره عطارده. اولین کشف غیر منتظره‌ای که تو این ویدیو می‌خوایم بهش اشاره کنیم اینه که عطارد داره کوچیک‌تر میشه. ما به لطف مأموریت کاوشگر فضایی مسنجر ناسا که بین مارس 2011 تا اپریل 2015 به دور این سیاره چرخید، عطارد رو بهتر شناختیم. مسنجر بررسی گسترده‌ای روی سطح عطارد انجام داد که به طور قابل توجهی ساختارهای کوچیکی مثل صخره رو توی تمام سطحش پیدا کرد. ناسا بهشون میگه شیار گسل. آنالیزهای بیشتری روی این ویژگی ها انجام شد که دانشمندان تونستن تغییرات عطارد رو بفهمن. عطارد در مقایسه با بقیه سیاره ها سیاره خیلی کوچیکیه. ضخامت پوسته و گوشتش با هم 480 کیلومتره. به هر حال میدونیم که این سیاره داره کوچیکتر میشه، چرا که اون شیارهای گسل که روی پوسته هستن دارن به سمت هسته داخلی فشار میارن و احتمالاً به خاطر سرد شدن هسته این سیاره است که این اتفاق میفته. البته با اینکه میدونیم داره کوچیک میشه، اما میزان واقعی کوچیک شدنش رو نمیدونن. حدود زمان مأموریت مسنجر دانشمندان حدس میزدن که قطر عطارد حدود 13 کیلومتر هم کم شده. از اون موقع به بعد گفته شده که این کاهش کمتر از اون چیزیه که قبلا فکر میکردن. به هر حال نتیجه اینه که عطارد داره کوچیک میشه. کشف غیر منتظره دوم ما رو خیلی دورتر از خورشید به سمت قولهای گازی مشتری و زحل میبره. مشتری و زحل محل وقوع بعضی از بزرگترین و وحشیانه ترین طوفانهای منظومه. لکه سرخ مشتری که از سده 1600 کشف شد یکی از نمونه های این طوفان است. ما از طوفان های شبیه به لکه سرخ مشتری روی سطح اورانوس و نپتون که اونها هم جزء قولهای یخی به حساب میان خبر داریم. این پدیده های آب و هوایی خیلی شبیه طوفان هایی هستند که روی زمین میبینیم. البته از نظر شدت خیلی بیشترن، اما از نظر فیزیکی همشون شبیه گردباد یا چیزی مثل مارپیچن. یه مورد عجیب وجود داره. اخترشناسا از شکل کاملا متفاوتی از طوفان روی قطب شمال زحل خبر دادن. این طوفان شش ضلعیه، بهش هکساگون زحل میگن. این شش ضلعی زحل برای اولین بار توسط دیوید گاتفری که یک اخترشناس بود تو سال 1987 کشف شد. اون موقع روی داده های مأموریت وویجر که 6 سال قبلش یعنی 1981 انجام شده بود کار میکرد. البته تا چند دهه بعدش که مأموریت کاسینی بین سالهای 2004 تا 2017 به مدت 13 سال به دور زحل چرخید، تصاویر با کیفیت بالا از این پدیده عجیب در دسترس نبود. حالا میتونیم با وضوح تمام این ساختارهای پیچیده رو اونجا ببینیم. تحقیقات زیادی انجام شده که توضیحی واسش پیدا کنن، اما دلیل واقعی این طوفان هنوز یک رازه. خیلی از فرضیه‌ها روی این متمرکزن که چطور یک گرداب چرخان در مرکز این شش ضلعی دیده میشه که میتونه با جو اطراف زحل در ارتباط باشه. طی سال‌ها مدل‌های مختلفی آزمایش شدن که نشون بدن چطور ممکنه یک طوفان شش ضلعی اتفاق بیفته. چون معمولاً طوفان‌های بزرگ یا شبیه بیضی‌ان یا دایره، نه که یک شکل هندسی مشخص داشته باشن. در مورد عمق این طوفان هم بحثه. بعضیا میگن صدها کیلومتره، بعضیا میگن نه هزاران کیلومتره. به جز هگزاگون یا اون شش ضلعی زحل، حلقه های زیباش هم بحث برانگیزه.
طی چند دهه اخیر وجود حلقه هایی به دور سیاره های دیگه مثل مشتری، اورانوس و نپتون هم تایید شده. با این وجود وقتی اخترشناسای مستقر تو رصدخانه ملی برزیل تو سال 2014 یک سیستم حلقه ای دیگه رو کشف کردن، غافلگیر شدن. این حلقه ها به دور یک جسم خیلی کوچیک‌تر، یک سیارک به اسم شاریکلو پیدا شدن. شاریکلو که بین زحل و اورانوس به دور خورشید میچرخه، اولین شیء غیر سیاره‌ایه که تایید شد حلقه داره. موقع کشفش حلقه ها فقط برای چند ثانیه دیده شدن. یعنی زمانی که شاریکلو داشت از مقابل یک ستاره دوردست رد میشد، حلقه هاش و خودش باعث شدن اون ستاره برای مدت کوتاهی کم نور بشه و دانشمندا اینجا تونستن از روی اندازه‌گیری ها بفهمن که این سیارک هم دو تا حلقه مجزا داره و هم خودش 250 کیلومتر پهنا داره. حلقه داخلیش حدود 6 کیلومتر پهنا داره و حلقه خارجیش 3 کیلومتر. بریم سراغ یکی از معروف‌ترین قمرها که به دور زحل می‌چرخه، انسلادوس. تو سال 1789 توسط ویلیام هرشل کشف شد. تا زمان کاوشگر کاسینی نسبتاً ناشناخته باقی موند. این کاوشگر از سال 2005 چندین بار به دور این قمر عجیب پرواز کرد و سطح یخی عجیبی رو روش نشون داد. این سطح اونقدر یخاش منعکس کنندن که خود این قمر به عنوان بازتابنده ترین جسم توی منظومه تثبیت شده. یعنی هرچی نور به این قمر بتابه بازتاب میشه. مطالعه تو سال 2019 توسط تیمی در دانشگاه برلین تایید کرد مشابه ترکیباتی که روی زمین برای حیات ضرورین روی انسلادوس هم وجود دارن. این خب کشف خیلی مهمیه، چون اگه شرایط مناسب باشه این مولکول‌ها توی اقیانوس انسلادوس میتونن توی همون مسیر واکنشی قرار بگیرن که روی زمین باعث حیات شدن. انسلادوس نشون میده که حاوی مواد اولیه اسیدهای آمین است که بلوک‌های سازنده حیات به شکلی که میشناسیم هستن. تو سال 1912 ویکتور هس با کشف اشعه کیهانی برنده جایزه نوبل شد. اون موقع تشعشعاتی رو که از بیرون جو وارد زمین می‌شدن مشاهده کرد. اشعه های کیهانی ذرات بارداری هستند که میتونن توی خورشید یا تو پدیده‌های پر انرژی توی فضا به وجود بیان. دانشمندا معمولاً در مورد بیشترشون اطلاعات خوبی دارن، اما اشعه های کیهانی با انرژی فوق‌العاده زیاد هستن که همچنان یک راز باقی موندن. تو سال 1991 ستاره شناسای دانشگاه یوتا یه اشعه کیهانی رو ثبت کردن که اونقدر قدرتمند بود که انرژی جنبشیش به اندازه یه توپ بیسبال بود که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت پرتاب شده. این یک اندازه‌گیری بسیار زیاد و غیر قابل درک برای هسته یک اتمه. این کشف انقدر شوکه کننده و غیر منتظره بود که اسم این اشعه کیهانی رو گذاشتن OMG، یعنی ذره اوه خدای من. دانشمندا هیچ ایده ای ندارن که این ذره و ذرات شبیه به اون از کجا میان. پس ممکنه OMG از بیرون یا حتی داخل کهکشان راه شیری اومده باشه. اما به هر حال دلیل اومدنش رو نمیدونیم. فضا پر از صداهای عجیبه. البته که خود فضا خلأ و صدا به اون شکل نمیتونه منتقل بشه، اما امواج رادیویی میتونن. تو سال 2006 ناسا مورد عجیبی رو با امواج رادیویی شنید. دستگاهی به نام آرکید برای اندازه‌گیری سیگنال‌های رادیویی از فضا فرستاده شد. انتظار می‌رفت که تشخیص سیگنال‌ها سخت باشه، اما خیلی راحت این کار انجام داد. چون یک سیگنال به طور واضح و 6 برابر بلندتر از حد انتظار دریافت شد. این سیگنال به غرش فضا معروف شد. تا به امروز هم هیچ کس نمی‌دونه این صدا داره از کجا میاد. دو تا تئوری وجود داره. تئوری اول که کمتر مورد قبوله، میگه صدا از درون کهکشان راه شیریه. تئوری دوم که مورد قبول تره میگه صدا از خارج کهکشان میاد. محققان معتقدن که این صدا میتونه از اولین ستاره های جهان اومده باشه، یا شاید هم یک خوشه بزرگ از کهکشان هاست که این صدا رو میدن. بعد از گذشت 18 سال این اندازه‌گیری عجیب همچنان یک راز باقی مونده. این پدیده ها ما رو مجبور میکنن تئوری هایی که از جهان میشناسیم رو اصلاح کنیم و چیزایی که فکر میکردیم میدونیم رو دوباره ارزیابی کنیم. هیچ دانشمند یا اخترشناسی هیچ وقت ادعا نمی کنه که ما همه چی رو میدونیم و با پیشرفت فناوریامون تا
تازه میفهمیم چیزایی که میدونستیم هم اشتباه بوده. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.